انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی در یک کنفرانس خبری در دبی گفت که بازپسگیری بندر الحدیده و کنترل کامل اون از سوی نیروهای ارتش ملی یمن و ائتلاف عربی حتمیه و تنها مسئله اون زمانه. انور قرقاش گفت ما راه خروجی حدیده به صنعا را باز گذاشتیم تا بدون هیچ گونه درگیری شبه نظامیان حوثی بتوانند بدون مقاومت به صنعا بروند. او افزود شبه نظامیان حوثی از بندر حدیده به عنوان شریان اصلی قاچاق سلاح سنگین از ایران استفاده می کنند. وی فاش ساخت شبه نظامیان حوثی کار پهلو گرفتن کشتی های کمک رسان به بندر حدیده را با مانع روبرو می کنند. آزادسازی حدیده گام اول برای آزادسازی صنعا است و عملیات آزادسازی توسط ارتش یمن و با پشتیبانی ائتلاف عربی راه حدیده به صنعا را باز کرده تا شبه نظامیان حوثی وابسته به رژیم ایران از این شهر بدون آنکه مقاومت کنند خارج شوند. او اشاره کرد جاده های منتهی به بندر حدیده توسط حوثی ها مینکاری شده و به این دلیل نیروهای ائتلاف با هوشیاری پیشروی می کنند تا مانع آسیب رسیدن غیر نظامیان شوند. انور قرقاش از موضع فرانسه برای کمک به مینروبی منطقه حدیده قدردانی کرد. فرانسه برای کمک به برداشتن میدانهای مینگذاری شده توسط حوثی‌ها در اطراف حدیده و راه‌های ورودی به شهر با نیروهای ائتلاف همکاری کرد. وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت آزادسازی حدیده کلید آزادسازی صنعا است. حدیده شریان حیاتی قاچاق اسلحه سنگین از ایران برای حوثی‌هاست. قرقاش حوثی ها را مسئول کارشکنی در روند امدادرسانی سازمان ملل به حدیده دانست. وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت پیشنهاد فرستادی ویژه سازمان ملل به حوثی ها برای خروج از حدیده و تحویل بندر و شهر به نیروهای دولتی تنها فرصت حوثی ها برای خروج از این شهر است.